اما مجاهدین از آن طوفان سرفراز بیرون آمدند. اون چه که دیدید یکی از آخرین بحرانهای تاریخچه مجاهدین بود. اگر به همین شکل سال به سال و مرحله به مرحله به گذشته بازگردیم، یک مسیر سرشار از مقاومت در مقابل دو دیکتاتوری رو خواهیم دید. از دریا تا سرچشمه، مسیری 42 ساله رو پیمودیم، رو به روز پیدایش. مسیری در گذار از دو شورزار، یکی شورزار و بیابان پرخار و تیغ اختناق ولایت فقیهی، دیگری بیابان دیکتاتوری سلطنتی شاه. چیزی که برای ما جالبه اینه که میگن این چشمه نه از یک جنگل سرسبز بلکه از قلب یک دشت خشک جوشیده. پس لازمه که قبل از پرداختن به چگونگی جوشش چشمه از اوضاع دشت خشک و عقیم تضمین صحبت کنیم. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زن پس به خود نپذیرون. از 8 مرداد سال 1332 تا شهریور 1339 در ایران اختناق کامل برقرار شده بود. استعمار کهنه انگلیس متکی به یک رژیم بورژوا ملاک دیگر در ایران جواب نداشت. در اون دوره بعضی از استراتژیست های غربی مکررن از به وجود اومدن یک وضعیت انقلابی در ایران ابراز نگرانی میکردن. شاه در ظاهر سازی خودش و تشکیل احزاب دست نشونده شکست خورده بود. اون موقع دو حزب فرمایشی درست کرده بود، یک حزب به اصطلاح ملیون به ریاست اقبال که نخست وزیرش هم بود، دیگری حزب به اصطلاح مردم به ریاست علم بود. اما همونطوری که گفتم این تظاهر به ایجاد دموکراسی شکست خورده بود. در زمان نخست وزیری اقبال نرخ دلار از 35 ریال به 7 تومان رسید. در آن زمان شاه از ثبات و پیشرفت بسیار صحبت می‌کرد. اما به دنبال انتخابات مجلس بیستم که از قضا در روز 5 شهریور سال 1339 در تهران پایان یافت و تقلبات زیادی هم در آن صورت گرفته بود، همه ادعاها پوش از آب درآمد و در یک روز همه چیز عوض شد. اقبال کنار رفت. انتخابات باطل شد و همه جدید الوکاله ها پی کارشان رفتند. شریف امامی نخست وزیر شد و دوباره انتخابات برگزار کرد. در همون زمان یعنی در بهمن 1339 کندی که به جای آیزنهاور به ریاست جمهوری آمریکا رسید، اصرار داشت که تو ایران اصلاحاتی صورت بگیره. شاه میدونست که اگه خودش رو با خط جدید امریکا منطبق نکنه ممکنه ساقطش کنند. از اینجا بود که پروژه به اصطلاح اصلاحات ارضی به جریان افتاد. رژیم بورژوا ملاک که عمدتاً فئودالی بود میباید چرخش نموده و به یک رژیم یک دست سرمایه‌داری وابسته تبدیل می‌شد. اما با مجلس عمدتاً فئودالی
که انتخابات آن را شریف امامی برگزار کرد و در اواخر اسفند 39 دایر گردید، کار پیش نمی‌رفت. در اردیبهشت سال 1340، در حالی که اعتراضات مردمی و اعتصابات معلمان هم بالا گرفته بود، شاه به ناگزیر شریف امامی را برکنار و هر دو مجلس را منحل کرد. آمریکا یا امینی رو که در اردیبهشت سال 40 نخست وزیر شد، نامزد اجرای پروژه اصلاحات طرزی کرده بود و این در واقع فشاری شاه بود برای اصلاحات. در همین شکاف بین شاه و آمریکا بود که یک فضای باز سیاسی ایجاد شد که تقریبا به مدت 2 سال از شهریور 39 تا تیر 41 ادامه داشت. در این فضای باز سیاسی جبهه ملی دوباره برپا شد. مهندس بازرگان با جداسازی خود از جبهه ملی نهضت آزادی را تشکیل داد. همیهنان گرامی، آقای سیدی کاشانی از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله افرادی هستند که در جریان فعالیت‌های سیاسی در دهه 30 و 40 قرار دارند. آقای کاشانی، سوالم این هست که اساساً جریان‌های سیاسی اون دوران در روند سیاسی جنبش تأثیری داشتن؟ از هم خدمتتون که در واقع نه، اینها در روند سیاسی و در صحنه سیاسی تأثیر اساسی نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها در چارچوب قانون اساسی رژیم شاه فعالیت می‌کردند.